چند وقت پیش گزارش عجیبی خوندم که واسه چند لحظه صحنه آخرالزمانی ترسناکی رو جلوی چشام آورد که میتونست خیلی راحت یکی از اپیزودهای سریال بلک میرور یا لاو دث اند روبوتس باشه. زندگی تو دنیایی به شکل سیب. طبق این گزارش شرکت اپل که با ارزش‌ترین برند جهانه تو اکثر بازارهای محصولات مصرف کننده صدرنشینه. پرفروش‌ترین گوشی هوشمند، پرفروش‌ترین تبلت، پرفروش‌ترین لپتاپ، پرفروش‌ترین ساعت هوشمند و پرفروش‌ترین ایرباد، همه اینا محصولات اپله. حالا به این سبد محصولات احتمالی آینده اپل مثل هدست واقعیت ترکیبی، خودروی برقی، گوشی، تبلت و لپتاپ‌های تا شدنی، همینطور پیشروی تو صنعت بازی، فیلم، موسیقی و سلامت رو هم اضافه کنید تا تصویر شخصیت ابرشرور داستانا که میخوان کل دنیا رو تصاحب کنن کامل شه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم اپل چطوری در حال تسلط کامل بر دنیاست. پس با زومیت همراه باشید. خب اول بیایم ببینیم که اپل اصلا چطوری افتاد تو مسیر تصاحب دنیا. میشه عواملی رو که باعث شد اپل این همه قدرت بگیره و به با ارزش‌ترین برند جهان تبدیل بشه رو توی چند تا مورد خلاصه کرد. اولیش اکوسیستم اپله که اونقدر یک پارچه و کارآمد طراحی شده که بهش لقب باغ محصور رو دادن، چون طوری کاربر رو تو خودش گیر میندازه که خدایی کمتر کسی پیدا میشه بعد از خرید آیفون نخواد باقی محصولات اپل مثل اپل واچ یا ایرباد رو نداشته باشه. و خب وقتی هم که به این اکوسیستم عادت بکنید مهاجرت به اکوسیستم های دیگه براتون سخت میشه. مورد دوم بازاریابی هوشمندانه و موثره. اپل معمولا برای تبلیغ محصولاتش مخصوصا آیفون میره سراغ هنرمندا و فیلمسازای حرفه‌ای تا قدرت فوق‌العاده این گوشی رو به رخ بکشن. مثلا واسه تبلیغ توانایی آیفون 13 پرو تو فیلمبرداری اونم در حد هالیوود سراغ پارک چان ووک کارگردان سرشناس کره‌ای فیلم اولد بوی رفت که اتفاقا تونست فیلم کوتاه خیلی خفنی با این گوشی بگیره. مورد سوم وفاداری برنده. این شرکت که با ارزش‌ترین برند جهانه با تمرکز روی نوآوری عمل کرد و حریم شخصی موفق شده جامعه بزرگی از هوادارهای وفادار رو واسه خودش ایجاد بکنه، طوری که نقطه ضعف‌ها و محدودیت‌هاش مثل نبود قابلیت سایل لودینگ این کاربرا رو همچنان تو اکوسیستم اپل نگه می‌داره. تازه اینم بگم اپل کاربراش رو افراد منحصر به فردی می‌بینه که با آدمای معمولی و خسته کننده بیرون از این باغ محصور تفاوت دارن و همین باعث میشه خیلی از افراد که از اینکه به این برند وفادارن احساس خوبی داشته باشن. و مورد آخر که باعث شده همه موارد بالا کنار هم اپل رو به ارزشمندترین برند دنیا تبدیل بکنن تراشه است. تراشه که در قالب همکاری خیلی نزدیک و جدا نشدنی اپل با TSMC بزرگترین تراشه ساز دنیا ممکن شده. در کنار این موارد برگ برنده اپل واسه تسلط کامل به دنیا با چی شروع شد؟ الان بهتون میگم. فقط قبلش یه لطفی بکنید و از ما حمایت بکنید با لایک کردن این ویدیو، دنبال کردن کانالمون توی آپارات و یوتیوب. دم شما گرم. خب کجا بودیم؟ برگ برنده اپل. داشتم بهتون میگفتم برگ برنده اپل واسه تسلط کامل به دنیا با آیفون شروع شد. اگه یادتون باشه آیفون برای اولین بار خب تو سال 2007 عرضه شد، اما تا اوایل 2010 هنوز محصول محجوری بود و کاربری زیادی نداشت. اما الان چی؟ در حال حاضر بیشتر از 1 میلیارد نفر تو دنیا از آیفون استفاده میکنن. آیفون 13 پرفروش‌ترین گوشی هوشمند دنیاست و گوگل و شرکای اندرویدیش مثل سامسونگ هم توی طراحی و بعضی تصمیم‌گیری‌ها مثل حذف جک هدفون و شارژر دنبال روی آیفونن. ببینید از زمان عرضه اولین آیفون اپل به یه ابرشرکت 1 تریلیون دلاری با صدها نمایندگی در سراسر دنیا و نزدیک به 150 هزار کارمند تمام وقت تبدیل شد. آیفون به این دلیل رفت توی تار و پود زندگی افراد که با اومدنش جای خیلی از دستگاه و محصولات دیگر رو گرفت. مردم حالا به جای تقویم و دفترچه یادداشت فیزیکی، ساعت زنگدار، پخش کننده موسیقی، ابزار GPS، ساعت چراغ قوه از آیفون استفاده می‌کردن، چون تمام این قابلیت‌ها رو خب یک جا داشت.
اپل بعد از موفقیت مثال زدنی آیفون سراغ سه محصول دیگه از جمله آیپد، اپل واچ و ایرپاد رفت که همشون فروش فوق‌العاده‌ای هم داشتن، اما در حد و اندازه آیفون خب دنیا رو تکون ندادن. مهمترین دلیلی که باعث شد اپل واچ و آیپد به پرفروش‌ترین ساعت هوشمند و تبلت دنیا تبدیل شن، اکوسیستم یک پارچه و کارآمد و استراتژی باغ محصول اپل که شکی نیست عامل اصلی تسلط این شرکت بر صنعت فناوری بوده و خواهد بود. کاربرا برای استفاده از اپل واچ خب به آیفون نیاز دارن و این ساعت اونقدر برای استفاده با محصولات دیگه اپل، چه سخت افزار و چه نرم افزار، بهینه شده که برای کسی که آیفون داره خرید ساعت هوشمندی غیر اپل واچ منطقی نیست. تازه بزرگترین دستاورد اپل واچ تو حوزه تناسب اندام و سلامته. این روزا روی کمتر محصول پر استفاده‌ای میشه برچسب نجات بخش زد و این در حالیه که از گوشه و کنار گزارش‌های زیادی از افرادی میشنویم که اپل واچ جونشون رو نجات داده. اتفاقا توی همین رویداد فاراوت چند وقت پیش بخش زیادی از معرفی اپل واچ 8 به خوندن نامه‌های کاربری که این ساعت جونشون رو نجات داده بود اختصاص داشت. حالا بیاین از اپل واچ بگذریم. اپل تو سال 2016 ایربادای معروفش رو از جعبه آیفون بیرون آورد و تصمیم گرفت سیمشون رو هم حذف بکنه. اوایل به ایرپاد میگفتن شبیه مسواکه و اصلا مسخرهش میکردن، اما کمی بعد همه دنیا عاشقش شدن. ایرپادز که برعکس اپل واچ با هر دستگاه اندرویدی جفت میشه، حالا پرفروش‌ترین هدفون بی سیم توی آمازونه و چون توی دسته نرزون و نگیرون قرار میگیره میتونه هدیه خوبی هم برای کریسمس باشه. راستش همچین تصادفی هم نبود که اولین نسل از ایرپادز هم کریسمس 2016 عرضه شد. درسته که دوران حکمرانی اپل با آیفون و نوآوری‌های استیو جابز شروع شد، اما از سال 2015 که تونست 231 میلیون آیفون بفروشه دیگه نمودار فروش آیفون تقریبا ثابت مونده. اینجاست که اپل زیر نظر تیم کوک تصمیم گرفت برای ادامه تسلطش به دنیا بیاد یه کار جدید بکنه. اما چه کاری؟ اومد به جای تمرکز صرف روی بحث سخت افزار سراغ نرم افزار و سرویس‌های اشتراکی رفت. توی 12 ماه گذشته کاربران سرویس‌های اشتراکی اپل با رشد 165 میلیونی به 825 میلیون نفر رسیدن و درآمد اپل از این سرویس‌ها با جهش 17% از اردیبهشت تا تیر به 19.8 میلیارد دلار رسیده. اصلا بذارید یه چیز باحال بهتون بگم، حاشیه سود اپل از محصولات سخت افزاریش 30%، اما از خدمات اشتراکیش 65%. اپل با تکیه به اعتبار برند و جامعه کاربری خیلی وفادارش تونست جرأت کنه و به حوزه فیلم و سریال وارد بشه. اون هم حوزه‌ای که با وجود غولای مثل نتفلیکس و HBO و دیزنی هر تازه کار دیگه‌ای رو با سر زمین میزنه. با این حال این اپل تیوی پلاس بود که به خاطر فیلم کدا اولین سرویس استریمی شد که جایزه بهترین فیلم اسکار رو نصیب خودش کرد. از بین تمام سرویس های اپل شاید مهمترینشون تو حوزه سلامت باشه. تیم کوک زمانی گفته بود در آینده اگه به پشت سرتون نگاه کنید و بپرسید که مهمترین دستاورد اپل برای بشریت چی بوده، جواب حوزه سلامته. این ادعا برای شرکتی که حرفه اصلیش ارائه خدمات درمانی نیست خب خیلی جسورانه است، اما اپل که همیشه سعی داشته تکنولوژی رو با نبض بشریت پیوند بده و ما که 24 ساعته گوشی‌ها و ساعت هوشمندمون رو همراه خودمون داریم، جای تعجب نیست که این دستگاه‌ها بخوان یه روزی به ابزارهای اصلی حفظ و پایش سلامت تبدیل بشن. تو آینده کاربرا میتونن به طور مادام العمر هزینه ماهانه‌ای پرداخت کنن تا دستگاه‌های آخرین مدل اپل و سرویس‌های اشتراکیش رو دریافت بکنن. بهتون بگم که تا سال 2030 احتمالش خیلی زیاده از هر نوع سرویس مالی، سرگرمی یا هر سرویس دیگه‌ای که سراغ داریم یه نسخه اپلی هم وجود داشته باشه. تا اون سال خب ممکنه بیش از نصف درآمد اپل از این سرویس‌ها باشه تا فروش آیفون و آیپد. اول ویدیو یادتونه بهتون گفتم یکی از دلایل مهم موفقیت‌های اپل تراش است. الان بیشتر ازش بهتون میگم. دلیل این که محصولات سخت افزاری اپل تو بحث نوآوری، عملکرد و مصرف انرژی اینطوری از رقیبا جلو افتادن به خاطر پردازنده‌های خفنیه که اپل طراحیشون کرده و تو کارخونه‌های شرکت تایوانی TSMC تولید میشن. این شرکت در حال حاضر بزرگترین تولید کننده تخصصی تراشه توی دنیاست و چند سالیه که تمام توجه و تمرکزش رو روی اپل گذاشته. اینطوری بگم که اپل تو زمینه تحقیقات و طراحی تراشه ها نورچشمی TSMC و هرچی اپل بخواد تو اولویته. TSMC 100 تا مهندس رو در اختیار اپل قرار میده تا تو طراحی تراشه ها بهشون کمک کنن.
از اون ورم چیزایی که اپل از TSMC میخواد باعث میشه این تراش ساز کلی تو بخش تحقیق و توسعه پیشرفت بکنه. تیم کوک سال 2020 گفت مأموریت ما تولید محصولاتیه که نقش معناداری توی زندگی مردم بازی میکنن. بیایم به این فکر بکنیم که واسه این نقش معنادار چه چیزایی از دست میره و چه حقوقی از مصرف کننده ها برای سوددهی بیشتر اپل فدا میشه. اپل این روزا در کنار قولای دیگه دنیای فناوری مثل گوگل درگیر لایحه‌های ضد انحصاری آمریکا و اتحادیه اروپا. در مورد گوگل و پایان حکمرانیش بر اینترنت به خاطر همین لایحه‌ها قبلا یه ویدیو ساختیم که لینکش رو میذارم این بالا، اگه دوست داشتید یه سری بهش بزنید و ببینیدش. خلاصه از یه سمت نگرانی‌های زیست محیطی به خاطر پافشاری اپل به استفاده از کابل شارژ لایتنینگ، اتحادیه اروپا رو داره به این سمت سوق میده تا این شرکت رو به استفاده از درگاه USB-C برای تمام محصولاتش مجاب بکنه. از یه سمت اتحادیه اروپا میگه اپل باید کابل شارژ لایتنینگ رو کنار بذاره و از درگاه USB-C استفاده کنه تا محیط زیست بیشتر از این آسیب نبینه. از یه طرف دیگه میگن که دلیل محبوبیت آیفون تو آمریکا مخصوصا بین نوجوانا انحصار اپل روی اپلیکیشن های مثل iMessage و اون حبابای آبی رنگه. جوانای آمریکایی برای اینکه یه موقع پیام دادن با گوشی غیر آیفونی بین دوستاشون انگشت نما نشن، سراغ گوشی اندرویدی نمیرن و فقط آیفون میخرن. راستی اگه میخواین راجع به این موضوع هم بیشتر بدونین، یه ویدیو در موردش ساختیم که بازم لینکش حالا این بالاست. شاید الان دارین از خودتون میپرسید که خب حالا که اپل داره دنیا رو میگیره، بعد خوشحال باشیم یا نگران؟ راستش همین الان هم قدرتمندترین برند دنیای اپل و تو آینده نچندان دور این کنترل و نفوذ میتونه ابعاد خیلی وسیع‌تر و شاید نگران کننده تری به خودش بگیره. حالا شما داخل کامنت‌ها بهمون بگین که به نظرتون این حکمرانی بیچون و چرا قرار کیفیت زندگی مردم رو بیشتر از هر برند دیگه بالا ببره، یا انحصارگرایی اپل قرار هممون رو به این باور برسونه که بهترین و با کیفیت ترین همونیه که اپل تولید بکنه. نظرتون حتما توی کامنت ها بنویسید. دمتون گرم. خیلی مخلصیم.